برای خلق یک اثر جاویدان، فیلمی که با برخورداری از زیر بنای یک داستان خوب و با بخشتر از هنرمار تحسین ستارگان شهیر جاودانه خواهد درخشید. درختان ایستاده میمیرد. یه وقتی یه دختر بیچاره ای را از مرگ نجات داده، اونو به دنیای زیبای بزرگی برد، تمام اون چیزایی که تا اون وقت آرزو داشت یه دفعه بهش داده، خونه یه قشنگ، خونه وادی، شادی یه زن تازه عروس. تو داری دروغ میگی. برای کی دروغ میگم؟ من یارم رزلی هستم که تو زندگیم به هر کار پستی دست زدم. دزدی، مال مردم خوری، آدم فریبی، خالص همه کاری کردم. حتی جلو چشای من جنایت کردن و من موجه هم نزدم. پس تو برای از بین بردن دلخوشی یه پیرزن این همه راه اومدی؟ اگه اینطوره به خودت ببال جوون، چون تو کارت مردانه موفق شدی. پیش از پرداختن به حادثه و ماجرا، فیلم نظر به تشریح شخصیت آدمیان دارد تا با شناخت خصائل هر یک، ابهت ماجرا و سهمگینی فاجعه دارد تأثیری بیشتر باشد. در این داستان خارق‌العاده خواهی دید که از بعضی لحاظ آدمیان همچون درختانند، ریشه میگیرند، بارور میشوند، شکوفه ها میآورند. یه پیر نیست، این مرده. هنوز نمرده، ولی دیگه چیزی هم از عمرش باقی نمونده. همین روزا قطعش میکنه. و برخی از مردمان به هنگام جدال با ضربات سهمگین سرنوشت همچون درختان ایستاده میبینند. ایستادم ولی درونم مرده. روز مثل درختان ایستاده میبینند. شرحیست نوشته برقم از آن رو انتخاب که به ناگهان آرزوها به نومیدی دست تقریم. آخرین لحظه انتظار کشیدم، انتظار یک کلمه با محبت، یک حرکت، حتی یک سکوت، یک چیزی که بتونم به بهانه اون تو رو ببخشم. ولی افسوس، به خاطر یک بازی کوچک تغییر به ناگهان بر پهنه نومیدی امیدها می شود. شیرا بازیگر ارزشمند و چهره تابناک تمام تجربه هنری خود را برای ایفای این نقش به کار می برد. منوچهر مسو با این ایفای نقش برگ برنده دیگری ارائه می دهد. به همراهشان ستارگان دیگری هستند چون کتایون، گلو، میری، سرکون، نوشی، بیب نادری و تقیه ظهوری. حالو این پول هوایی که میگه منظورشون چیه؟ آپولو که میدونی چیه؟ او بایل ما خودم با پولو بزرگ شده. آپولو همینطور که میری بالا تو اون بالا داشته باید. به هنگام درماندگی نفرت ها و کینه ها به صورت بمبی از خشم منفجر میشود. از سرنوشت آنم بر چرخ های حادثه به سوی سرانجامی نامعلوم میشتابد. ماجراها به اوج هیجان میگرد. قلب های آرزومند اشتیا شعر آهنگین یک زندگی به صورتی دلنشین سروده می تود. در فیلم درختان ایستاده.
بیاریم. یاره های ولگر. راست چه خواهد؟ فکر سوتای ولگر. بری بیرون. بیرون. سر کنین اومده. بری بیرون. بیرون بر میکردی. عدب داشته با شرف دفت. بله آقا آمدم. این سگای ولگر از کجا میان تو؟ بله آقا نمیدارم. به هوای هیدا میان تو. محلی رو برامون حروم کردن. یا آفایش خیلی چاکریم آقا مصطفی سروری فدات آقا رای بیا ببینیم موسیو بله آقا مصطفی چش آقا رایم چه شده؟ اینطور که خودش میگه برق جوش سوزوندتش ای برس زور تو این دور زمانه اینجور آدم ها کم پیدا میشن کیمیا هست جواهر جواهر هیچ آقا مصطفی دیگه همون که اون جعبه سیگاری رو داره آش چی شده اونم مثل ما بدبخته بله روز 30 تیر بود که همه رو میبستم به گوله اینم یکی از اوناست دکترها خوب معالجش نکردن و پاشو بریدن خداحافظ موسیو به سلامت بابا در خدمت باشیم آقا مصطفی زنده باشی را دورش نازی بیا بیا نازی خوش با خودتت بیا ببین مریم حالم خوش نی والا به خدا دیگه کمر برام نمانده به من چه من روم نمیشه نمیتونم بیا آخ حالا میاد بهشش بگم به زور رات بندازه بیامم از تو آشپزخونه در نمیام بخوای بگی برو تو حیاط این کارو بکن برو تو اتاق اون کارو بکن نمیرم آ بذار با این کمر تا خوردم 40 دفعه اون حیاطو برم و بیام سلام بابا چکه که کوچه نیست بی پیر آدم اپا در میاره سر چی بود دعواتون؟ والا چی بگم فردا شب جشن تولد دخترشانه منم دست تنها نمیرسم گفتم صبح بیاد کمکم باشه میگه خجالت میکشه خجالت میکشه؟ از چی؟ چه میدونم والا حتمی جای کار کردن داریم ننگ میکنیم و خودمان خبر نداریم مریم بلش کن دیگه به روش نیار حالا دیگه صدای پاد که آمد رأیش برگشت مریم بله بابا ورد آرو قفصکه رو بیار تو گربه میزنه لطو پارش میکنه چشم بابا جون یه شیکم آو بده بخوریمان الو سلام دایی جون شما خوبین؟ مرسی بد نیستم پدر هستم ولی مامان رفتن دراگاستور یه سمی چیزی واسه این سگایی تو کوچه بخرن همین که اومدن میگم بهتون تلفن کنم بله با کیو کار داشتم خب شما تشریف بیارین خیلی خوشحال میشیم مرسی گوشی دستمه اگه میومد همه چی رو به هم میریخت الهی وایسو ببینم وایسو ببینم چی شدی اون پسر لوس و بیمزش هم کمتر از خودش نیست راستی من نمیدونم تو از چی اون دهنگوشاد چشم تنگ خوشت میاد سواری که میده وایسو ببینم طول سگ سرما میخوری با اون تره خیست ای وایسو سب کن آروم باش سب کن ببینم اسم نازی Thank you.
عزیزم امیدوارم این کیومرز خودت با دست خودت رهایش کنی. عافیت باشه. مامان با شیلنگ هممونو خیس کرد. این میون مام سرما خوردیم. بیژیت من کاملا اصیل 25000 تومان از پاریس خریدمش. مردم از بس از سگاتون گفتین. شایدی سوراب جون. نه بابا گفتم که سرما خوردن. نه فکر نکن توی موقعیت میخوام استفاده کنم. آره میدونم. راستش رو بخوای از سر شرط داره نمیدونم چرا بهم حالت ازدواج دست داده. هیدا اینجایی؟ پاشو پاشو هیدا. کجا؟ بیا میخوام بهت مشروب بدم. هیدا ببین با این حالم چجوری ما رو میدونی؟ کجا داری میری طول سگ؟ ایدا! بایش ایدا! ایدا! بیا اینجا! چی شد؟ خوردی زمین؟ آه! نه ترس کوچولو. این سگ فقط هیکل داره. به بابا تو دیگه عجب دلی داری. آقا به خدا تقصیر من نبود. خودش اومد طرف من. عیبی نداره کوچولو. عیبی نداره کوچولو. پاشو نازی. گفتم که عیبی نداره. پاشو. توی خودو مرگم بده. پاشو خجالت بکش مرچی که. من شما معذرت میخوام کنم. خاک تو اون سرت کنن. واسه خاطر یه دختر کلفت دست رو من بلند میکنی احمق. اگه عمه جون بفهمه بیچارت میکنه. خفه خون بگیر. خفه یه کاره راه افتاده که به هیدا مشروب بده. میخواد مثل اون شب هیدا رو دیوونه کنه. مفتی که یه لنگه هور احمق. بریم کیو فلش کن. تو هم برو. عیبی نداره. ناراحت نشون. اون هیچ وقت نمیتونه جلوی دهن گشادشو بگیره. همینطوری تا بتونه چه میگه. چیزی نیست. یه خورده خراشیده شده. همین الان برات مرکورکروم و تنسوپلاس میاد. مرسی خودش خوب میشه. چی رو خوب میشه؟ ممکنه تو شین رفته باشه. همینجا بشین. همین الان میاد. اول از کادوهایی شروع میکنیم که تو این کیسه جا گرفتیم. ها چطوری؟ عالیه. این کادوی شهرام کپوله. وای این چی قشنگه. بیا عزیزم. مرسی ماما. شهرام خیلی ازت ممنون. خب تموم شد. حالا میتونی پاشی. خب بگو ببینم از هیدا ترسیدی یا از اون مرتیکه؟ تو دختر رباب خانمی؟ تا حالا ندیده بودمت. راستی اون گنجیشکو که نازش میکردی پدر مادرشو پیدا کرد. مریم چی شده مادر؟ چیزی نشده رباب خانم. من یعنی هیدا. من دوباره هیدا میکردم. نفهمیدم خوردم بهش این زرفاری. خدا منو مرد کده. خجال ازده شدیم آقا. خیال داریم دختر جان. مگه چشم نداری؟ مگه کوری؟ باشه دیگه نمیارم ات اینجا. گریه نکن دخترم. تو چیه؟ گفتم که عیبی نداره. گریه زاری نکن. بس کن. خب بچه ها بلنشید. یه پیشنهاد میکنم. چطور بقیه جشن با موتور بریم سر بند؟ حتما خوش میگذره. نه مگه اینجا چه عیبی داره؟ نه بابا سر بند بهتره. آره یلا بچه ها پیش به سوی در بند. بلنشید. بیا پای سر من بیا.
این چیه مامی؟ یکی از پیرنهای به درد نخوره تو. میدونم، میخوای چیکار؟ واسه دختر ربات میخوام به عنوان موز بهش بدم. آخه این که درست نیست مادر. پاک خول شده. تو که اینجوری نبودی دختر، عوضش برات یه دونه نوش. چرا نمیخوای بفهمی مادر؟ منظورم این نیست که پیران منو نده یا من دلم نمیخواد. منظورم اینه که پولشو بده به خودش، هرچی دلش میخواد بخره. اون چرا باید کهنه‌های منو بپوشه؟ واه واه، باز از اون حرفا. پس چی میخواستی؟ یه بوتیک بهش کادو کنم؟ دختر روباباست دیگه، دختر اعظم سلطنه که نیست. مادر، مادر، بوتیک چرا؟ فقط حقشو بهش بدین. دختر روباب کیه؟ اعظم سلطنه کیه؟ این حرفا چی میزنی؟ چیه؟ چی شده؟ هیچی. این تو گوش جفتتون باشه. اگه یه دفعه دیگه واسه کلفت نوکر جماعت دلسوزی کردی، نکردی. نوکر کلفت و خدا آفریده برای نوکر کلفتی. آدم که به زیر دستش رو نمیگه. این حرفا کدومه؟ هر کسی باید حد و حدود خودش رو حفظ کنه. پیران چه رفتی به حدود داره؟ اگه حدود حفظ کردن به حق شمردن دیگرونه، من یکی میخوام دیگه. بالاخره نگفتین چی شده؟ هیچی مادر. میخوام یکی از پیرنکنهای خانومو بدم به اون دختره. خانم کاسه از آش داغ‌تر شده، میگه نه مادر، پولشو بده خودش هر چی دلش میخواد بخره. خب راست میگه دیگه مادر، بیچاره از صبح تا بوق شب اینجا زحمت کشیده، بعد شما میخوای یه پیرن کهنه بهش بدی؟ خب بابا شما جفتتون دیوونین. ما که رفتارمون با رعیتمون اونجوری بوده، کارمون به اینجا کشیده. وای به حال شما. از پیرنای خودم میدم، میگم روباب براش کوچیک کنه. بیا برو با جعفر کمک کن. گفتم غذاهای پس مونده دیشبو سم بزنه بندازه جلوی سگای ولگرد خیابونی، ببین چه غلطی داره میکنه. زود باش تا موتور گرم میشه، حاضر شو بیا پایی، من منتظرتم. صبح بخیر. عاقبت شما بخیر. ساعت مریم دیشب از دستش افتاده، گفتم شاید اینجاها افتاده باشه. لای شمشادهی تو باغچه رو باید بگردیم، دیشب خیلی ترسیده بود. تقصیر این طول سگ شد، یعنی اونم نه، تقصیر اون بابا لنگدراز که اومد شد. مریم خانم گناهی نداشت. بله، زبون بستن خیلی هول کرده بود. زانوش چطوره؟ زانوش؟ چطور شده بود؟ چیزی نشده بود، یه خورده خراشیده شده بود. نفهمیدم آقا، به من چیزی نگفت. در پریده تو درد خیلی بنیه داره، میبینی دو روز و دو شب تب داره، یا از سر برداره میترکه، ولی صداش در نمیاد. راستی رو با کنیم، نگاه کنیم بچه گنجیشکه رو، همون گنجیشکه است که دیروز مریم خانم براشون بال لونه درست کرده. کسکارشو پیدا کرده. بد جایه، تو تیرس گربه هاست. مریم خانم کلاس چندومه؟ کلاس دهم آقا. دو سر از شما کمتره. هم کلاس دختر جعفره، تو یه مدرسه میرن. خب مدرسه دختر جعفر تو چیز دیگه، تو خیابونه، تو چیز دیگه، تو خیابون اسمش چیه؟ خیابون مرتضوی، همون سر چاره مرتضوی سلسله. میدونم، گفتم سر زبونم. میگم شاید ساعت نبسته بوده. نه خیر آقا، بسته بود. اون ساعت خیلی دوست داره، اینم با یه خونه دلی باباش براش خرید. ساعت نزدیک شد. تو رو خدا بفرمین آقا، شما چرا زحمت میکشین؟ گمون نکنم اینجا افتاده باشه، چون اگه میافتاد پیداش میشه. بله حتما نیافتاده. من هر جوری که دلم بخواد میرم. نمیخوای تو با جعفر برو؟ خیلی خب بابا، حوصله‌ام سر نرفت. اینقدر غر نزن بابا. بده بده، میگم که حالا مطمئنی تو این مدرسه. آره بابا، مادرش گفت. خب بچه ها، خدافز. خدافز خدافز خدافز. برش من. خدافز خدافز. اونه هاش. خب مریم جون، خدافز. قربانتو. شیر جون، اون جزوتو بده من. بیرم. سلام. بفهم، اینم ساعتشون، افتاده او تو باغچه. تو باغچه؟
آره صبح دیدم رو با خانم داره دنبالش میگرد. منم یعنی وقتی پیداش کردم دیگه چیزی بهش نگفتم. میخواستم خودم برات بیارمش. اگه پرسید چیزی بهش نگو. بگو افتاده بود تو خونه یا تو جیبت مونده. باشه بهش نمیگم. بفرمایید. میشه من بیام تا در خونه تو؟ متصوری؟ تا در خونه ما؟ نه نه نه. چرا؟ والا با موتورم میرسونم. با موتور؟ نه نه متشکرم. خیلی ممنونم. فردا میتونم بیام اینجا ببینم؟ نمیدونم. نمیدونم. نمیدونی؟ ولی من میدونم که فردا میام اینجا. بزن. بشین. بشین بابا دیگه. سوار شو بریم. خیلی خوب. آماده؟ بکر. آزاد کن ای بر هرچی قفص ساز و زندانبان نهلت که عالم آدم از جان خودشان سیر میکنن. آخه مگه تو دین و ایمان نداری که شدی زندانبان این حیوان زبان بسته دختر؟ نخور، نهار نمیتونی بخوری. امروز کلی کتلت سمی گذاشتیم تو کوچه. بچی؟ وای یعنی چی؟ مگه قضیه سگای بلگرد یادت رفته؟ برای اونا دیگه عزیز من. ای مگه چارقد سرت نمی کنی؟ چرا؟ ولی تو کلاس باید ور داریم. تو کلاس باید ور داریم؟ برای چی؟ ورش میداریم، اونجا که دیگه کسی نیست. همه معلماتان زنن؟ نه، بعضیاشون مردن. جلو اونام بی چارقد میشینین؟ والا چارقدت سرت کن و برو مادر، کلاس دیر میشه. خدافظ مادر. خدافظ. به امان خدا. خدا پشت و پناهت. اگه بذارنش به اختیار تو لخت و پتی میفرسیش تو کوچه. نه لخت و پتی میفرسمش، نه اینطوری به چارمیخ میکشمش. جلوشا ول کن ببین چطوری برات پرت میره. اگه پرت رفتنی باشه میره. اگه بکنش تو گونی و تو خونه به زنجیرم بکشیش، اگه پرت رفتنی باشه رفته. به این چیزا نیست. دختر باید ذاتش خوب باشه که الحمدلله یکی به خودم رفتم. تازه اگه پدر مادر اونم چیزی نگن، بابای خودم پوست از کلم میکرد. پس چه جوری امروز باش میری بیرون؟ گفتم میرم خونه شما که درس بخونم. آره ولی تو که دروغگو نبودی که. خب دیگه تو چرا نمیای؟ با منی؟ نه با اون مریم هم که کشتش قرق شده. خوشی داری یا برو بابا. پس فردا امتحان جب رو چی کار میکنه؟ شب از رو جزوه تو مینویسم. تموم شد. نه تموم نشده، بلکه تازه داره شروع میشه. چی داره شروع میشه؟ تو باید موقعیت خودتو بشناسی. چرا باید بترسی از اینکه با من راه بری؟ این به هیچ کس مربوط نیست. من اینو میدونم، ولی آیا پدر مادر تو اجازه میدن؟ میدونی به جز تو از هیچ کس تو خانوادت خوشم نمیاد. چرا؟ برای اینکه فیس و افراده ای هستن یا برای اینکه فکر میکنن چون سرمایه دارن مالک تمام دنیا؟ راستشو بگو چرا ازشون خوشت نمیاد؟ نکنه سیاسی هستن؟ سیاسی؟ به قول بابام هر کسی چه بخواد چه نخواد سیاسی زندگی میکنه. نکنه برای این خوشت نمیاد که همشون مشروب میخورن.
از شما کسی مشروب نمیخوره. چرا؟ بابا مرق میخوره، ولی برای اینکه غم و غصه هاشو فراموش کنه. غم و غصه هاشو؟ آره، همه که مثل بابا و مامان تو از شادی عرق نمیخورن. یه عرق فروشی از نزدیک خونمون بهش میگن باراواس. گروه به گروه کارش که تموم میشه میره اونجا خودش رو آروم میکنه و بعد میاد خونه. خونه؟ من دلم میخواد تو خونه شما باشم، نه تو خونه دختر فلان چی سلطنه که پدر مادرش از طبقه منه. اصلا طبقه یعنی چی؟ همه اینا از این نظامه. تا این نظام از بین نره همیشه طبقه وجود داره. امیدوارم زیر و روش تو همه راحت بشن. من اینجوری راحتم، دلم میخواد آزاد باشم، هر طور که دلم میخواد زندگی کنم. یعنی وقتی که حس کردم تشنمه آب بخورم، ولی نه تو لیوانای کریستال. دلم میخواد از کسی ترسی نداشته باشم، میخوام خودم باشم، خودم. میدونی میگن اگه دستمال به کسی بدی دوری میاره؟ این حرفا خرافاته. من به این چیزا عقیده ندارم. زندگی خیلی قشنگتر از اونه که آدم با این حرفا خودشو سرگرم کنه. گاهی اوقات لحظاتی پیش میاد که آدم تا آخر عمرش نمیتونه فراموش کنه. مثل دریا میبینی؟ من دریا رو ندیدم، یعنی خودشو ندیدم. جدی میگی؟ یه روزی با هم میریم. میدونی وقتی جلوش با میسی فشفش موجاش با آدم حرف میزنه. اسبای وحشی، مردا، گل. کاری داشتین قربان؟ خوب شد اومدی تا صداش در نایمده. ببر جنازه هاشون رو بندست تو این بیابونای اطراف. چشم آقا، الان میبرمشون. مشکلی شده واقعا. چاره شون همینه، هر چند وقت یه دفعه باید همین بلا رو سرشون آورد. برید دنبال کارتون، یکی دو تا سگ مرده که تماشا نداره. هر روزم یکشون سر خیابون مرده بود، اون زرده. چی شده جعفر؟ سلام. سلام آقا. خوب شد اومدین آقا. ببینید چه جوری نفله شدم. ملاحظه کنی؟ اومدش، من دیگه نمیام، خودت برو بشین باش صحبت کن. فقط تا میتونی سعی کن دوستانه باشه، دوستانه، مثل دوتا رفیق، نه پدر و پسر. براش حرف بزن، زیر زبونشو بکش، ببین چشه. این تا به جایی سرش بند نشده باشه، اینطوری عوض نمیشه. میدونم عزیزم، خودم میدونم چطوری باش حرف بزنم. چطوری بابا؟ سلام بابا. سلام. با یه دست پینگ پونگ شرطی چطوری؟ نه بابا، حالشو ندارم. چرا؟ نشه این سگا حال رو به هم. تو نباید دلت به این زود یا به راه بیاد. کنان قوی باشی که در آینده امپراتوری منو اداره کنی. خب پسرم، سر چی بزنی؟ نمیدونم. سر دل بخواه چطوره؟ من شاید نتونم خواستتون رو اجابت کنم پدر. نه، چیزی که میخوام اجابتش خیلی ساده است. اگرم تو بردی هر چی دلت خواست من بهت میدم. رباب، رباب. بله. دو تا گیلاس ویسکی به ما بده. اینجا دم میز پین پوین. چطوره یه سیگاری با هم دود کنیم؟ من که سیگاری نیستم بابا. حالا چه اشکالی داره آدم با پدرش سیگار دود بکنه؟ آخه نمیتونم بابا. آه اشکالی نداره، بگی. حالا هیدا رو نمیپرسی؟ وقت نمیکنم بابا. آخه پدر سوخته، مگه تو جز مدرسه رفتن کار دیگه ای هم داری؟ خب سال آخره بابا، درس ها سنگینه. یا مشروب تو بخور. یا پسر. هم بابا.
با منی بابا؟ خب آره، چرا تعجب کردی؟ منم وقتی جوان بودم گاهی حواس آبجو میکردم. نه پدر، من مشروب نمیخورم. یعنی تو نمیخوای با من دوست باشی؟ چرا پدر؟ من آرزومه که با شما دوست باشم. اصلا مگه دوست نیستی؟ چرا؟ چرا هستیم؟ حالا وردار یه قلاب بخور. بد نیست، سر حالت میاره. بخور پسرم، بخور. حالا جدی جون بابا خبری شده؟ نه پدر، مگه بنا بود خبری بشه؟ آها، حاشا نکنم، چشم بده. جوونی اگه شما بخواییم میدون خالی کنیم، وای به حال ما پیرمردا. خب چه شکلی هست، چه جوری خوشگله. پس حالا بهت بگم، من با ترک مرکیش موافق نیست. نه پدر، گفتم که هیچ خبری نیست. ده، دروغ نگو بیشرف، دیگه بابا رو که نمیتونی سیاه بکنی. نه به جون بابا. دیگه اومدی و نسازی. آخه چیزی نیست. پس چیه؟ چرا اینقدر گرفته و دقمی؟ نکنه چون نیست ناراحتی، ها؟ آره؟ نه پدر، من اصلا ناراحت نیستم. یه تکون بخور، بجم. این همه دکتر تو دوست و فامیل هست. باشو دست یکشونو بگیر، بزن به گردش. دست رو هر کدومشون بذاری از خداشونه. چی خیال کردی، دیوونه؟ تو پسر سعادتی. تو سیگار نمیکشی، مشروبم که نمیخوری، با دخترم که میونه ای نداری. پس چرا بازیت پس رفته؟ ممکنه پدر سوخته بگی از تو چه غلطی میکنی؟ از من پدر این پسر نصف سن و سال تو بودم آتیش میسوزوندم. فقط دلم میخواد از مامی بپرسی تا بهت بگه چه گردی بودم. بله پدر، در مقابل بردتون چی میخوام؟ هیچی پسرم، میخواستم ازت بپرسم که چته که میگی هیچی. دلم میخواد بابا تو از خودت بدونی، عین یک رفیق باشی. باشه بابا. دیگه انقدر هم تو خودت نباش. یادت باشه که تو پسر سعادتی. یادم میمونه. دوباره اینه برداشتی؟ آخو مگه حالا بیندازمش چی میشه مگه؟ صد دفعه دیگه هم که بهت بگم به خرجت نمیرم. این مال پای عقدم بوده، گذاشتم برای پای عقدت. به بچه آدم یه دفعه یه چیزی رو میگن. حالا من هی سوراخ به سوراخ قایم کنم، تو هی برو ورش دار بندازش گردنت. یه امروز میندازمش، فردا صبح دوباره میذارمش سر جاش. تو چرا حرف حالیت نیست دختر؟ شکونش میره، گذاشتمش برای پای سفره عقدت. کجا؟ چه خبر شده؟ تو کجا را افتادی؟ داره با من میاد. میاد چی کار؟ گفتم روز جمعه بمونم خونه چی کار؟ میرم با مادر یه خوردم کمکش میکنم. آره خب من فکر کردم بمونه خانه چی کار بکنه؟ گفتم کتاباشم بیاره، درس و مشقشو همونجا حاضر کنه. باقی به اون بزرگی اونجا افتاده دیگه. آدم درس خان همه جا درسشو میخونه. حتم یه هوایی هم بخوره. غروب زودترک بیان، شب شنبه ای نذارین دیگه آفتاب سر بره. جا بیفت ننه، میدونی چند کورس اتوبوس باید سوار شین؟ لنگ سور شد. ایان و اشراف و مادر جان، اینجوری بارشان آورده. سلام آقا. سلام رو بکن. سلام. سلام. آقا میدونن ماشین رو داریم میبریم؟ نه نه نه، یعنی هنوز خوابن.
آقا تو رو به خدا کاری نکنین مثل او دفعه آقا عصبانی بشن. نه جایی نمیرم، همینجا تو خیابون دور میزنم. خب با اجازه، خدافظ. به امان خدا. بیا 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 دیگه، منتظرتم. یه کاریش بکنه، بیا بیا، دست به سرش معطل نکن، بیا. آخه مامانم بیا، زود بر میگردی. باشه ببینم چی میشه. مادر میتونم تا خیابون بالایی برم خونه خانم مدیر؟ زود بر میگردم. خانم مدیر؟ میرم یه سری خونه چیزینا. نسرین اینا. نسرین؟ نسرین کی؟ دختر خانم مدیرمونه، خونشون تو همه خیابون بالاییه. زود بر میگردم. در و پشت سرت ببن، برگشتی زنگ پایینو بزن. چشم اونجور، چشم. پدر سخته بی حیا. گفتم این ور بریده بی خودی دلش برام نسخته که کمکم کنه ها. خب چیکار کردی؟ هیچی دیگه، گفتم زود بر میگردم، نزدیک بود بند و آب میدم. راستی؟ آره، آخه تا حالا به مادرم دروغ نگفتم. یه دور میزنیم زود بر میگردم. تا پدر اینو از خواب بیداشم برگشتم. تو که خوب بلدی، پس دیگه واسه چی میترسم؟ الکی، چون تصدیق ندارم. تو چی، رانندگی بلدی؟ نه، از کجا بلد باشم؟ میخوای یادت بدم؟ چطوری؟ کاری نداره، بذار از اینجا رد شیم، یه جایی بازتر یادت بیاد. مگه اینجا نمیشه؟ نه بابا، اینجا خیلی بارکه، خودم هم به زور دارم رد میشم. نکنه میخوایی بابا رو بیمارشین کنی؟ رباب خانم، رباب خانم. بله آقا، چه فرمایشی داری؟ کی ماشینه برده؟ پرسیدم کی ماشینه برده؟ والا آقا، ما که رسیدیم دیدیم که... فهمیدم، سهراب. بله. چی شده؟ باز این پسرای احمق ماشینه برداشته بی تصدیق را افتاده تو این خیابونا. خدا مرگم. جلوتو نگاه کن، بشن خون طرف من. طرف من؟ کجا؟ از یاد گاز داری؟ مواظب جلو باش. چیکار کنم؟ آه، کامیون رو بپاش. تو حالم میکنی. گنجشگرو، چیکار کنم؟ چیکار میکنی؟ آه، افتادیم تو درگاه. بسه ترسیدم بخوری به اون گنجشگه. خود گنجشگه. به به، چه هوایی، به. وای کوشش. گنجشگه رو میگی دیگه ها؟ ایفونه. منو؟ کیه؟ نمیدونم، مثل که از پاسکو ژاندرمریه. جناب سرو، به شرفم قسم، به ناموس مادرم قسم که من معتاد نیستم. اصلا به قیافه من میاد چه عملی باشم، یه خونه دار باشم. هرچی میکشم از دست مادرمه. آخه اینم قیافه است که ما داریم، میبین چی چیز داییده. هر کی ما رو میبینه فکر میکنه روز سه گرم عملمونه. آره جانم، قیافه تو جون میده واسه تو المپیک، منتها حقتو خوردم. خدا پدر مادر تو بیامرزه. خیلی خوب، ساکت باش تا تکلیفتون رو روشن کنم. چشم. بی. گریه نکن دیگونه، با گریه زاری کار درست نمیشه. فکرشو نکن، همه چی درست میشه، بهت قول میدن. اگه نذارن بریم چی؟ واسه چی نذارن بریم؟ ماها کاری نکردیم که نگرمون دارن. تازه آخرش اینه که منو نگر میدارم، نه تو رو. با تو که کاری ندارم. تو که پشت فرمون نبودی، من بودم. اگه بابام بفهمه چی؟ از کجا بفهمه؟ تازه شم بفهمه، مگه چی کار کردیم؟ آدم که نکشتی. نه ترسی، نمیشه. Thank you.
شناختی؟ بفرمایید. خواهش میکنم. یه دقیقه چیزی میفرمایید؟ این که؟ این دختر رباب خانم. دختر کلفت خونه احمق کسافت. ساشا چلی اومدی تو بیابون که چی؟ که سر از پاسکا در بیاری؟ دو روز دیگه به گوش این و اون برسه و آبرو و حیثیت من و مادر بیچارتو به باد بدی؟ بشینم و بگم پسر آقای سعادتو با دختر کلفت توی خونش در حال ماشقه گرفتن؟ اگه ارزشی برای خود چه سفرت قائل نیستی؟ اقلا به من و مادرت فکر کن. چطور دلت میاد با حیثیت یه خانواده بازی بکنی؟ فقط به خاطر یه حوث احمقانه. تو باید ارباب اون باشی. تو باید بتونی از اون و امثال اون کار بکشی. همونطوری که مادرت از مادرش و من از پدرش کار میکشم. اون حتی برای عشق بازی هم برای تو کوچیکه. تو اگه درست سر جا باشی، قدرت و هیبت خودت رو حفظ کنی، هزاران امثال اون آرزو یک لحظه حرف زدن با تو رو دارن. طبقه اونا مثل سگای ولگرد میمونن که بودنشون با سگ اصلی تو انسانو وادار میکنه که به سم متوسل بشه. صد دفعه گفتم تو پسر سعادتی، نباید بذاری لکه‌ای بهت بچسبه. اون مثل جسام میمونه، همه زندگی تو از هم میپاشه. خودم پیشنهاد کردم، نشستم مثل یه رفیق باهات صحبت کردم. آخه پسر این همه دختر تو دوست و آشنا و فامیل هست، برو باهاشون دوست شو، برو شب میشینی. مگه چیزی رسو دریت نکردم؟ تو الان پیش خودت شرمنده نیستی که با اون دختره بی سرپا که خوشبختانه معلومه پدرش که مادرش که هم صحبت شدی؟ یعنی سطح فکر پسر من تا این حده؟ خوبه من آدم عمری نیستم، سد راهت نشدم، سختگیریای احمقانه ازم سر نزده. من که تو رو آزاد گذاشتم، ولی دلم نمیخواد که از این آزادی اینطور بهره بگیری و با کسی که در شأن تو و خانواده ما نیست معاشرت کنی. تو باید اینو بفهمی که اگه پاتو از طبقت بیرون بذاری، جامعه داغونت میکنه. چه من بخوام چه نخوام، این حکم سیستم حاکمه. سابینه برس ببین چیزی طلب داره، با شناسنامه و مدارکش بهش بده، روانش کن بره. تا برو دختری که صافت تو از تو باز کن بردار ببر، دیگه این طرف ها پیدا نشه. تام برو یه همون بگیر از این ریخت و قیافه این نکبت در بیار. چرا به من نمیگین چه اتفاقی افتاده؟ آقا پسر تو با دختر کلفت توی خونه تو جاده بیرون شهر گرفتم. چیزی نیست خانم، فعلا ببرینش تو اون اتاق بغلی. آقای سربان، اتاق بغلی چرا؟ باید ضمانت بدین که دیگه از این اتفاقا نمیاد. چادرت سرت کن. نشو ببینم.
اگه پدرت بفهمه چی بهش بگم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ برو. چرا باید نبخشی؟ فقط برای اینکه مادرش تو این خونه کار میکرده؟ یا پدرش کارخونه دار نیست؟ شرکت نداره و تجارت فرش نمیکنه؟ فقط به خاطر همین چیزا؟ و خیلی چیزای دیگه. برای اینکه نمیتونم چپ راست به مردم توضیح بدم که پسرم دیوونه از زده به سرش. مغزش عیب کرده. بعد از این همه جونی که به پاش کندیم تا سری تو سرا در بیاره و آدمی برای خودش بشه، مثل من، مثل مادرش، مثل دایی جون سناتورش، عمو جون تیمسارش، پسر عمش، پسر داییش، پسر خالش، داره با دختر کلفت توی خونش ور میره و دائم تنگی دلش دم از عشق و عاشقی براش میزنه. به به، چشم دلم روشن. خدا رحمت کنه پدرمون. اگه زنده بود و این خبر به گوشش میرسید، میدونی چه خونی را مینداخت؟ نوه دختریش که باید دو تا آدم کیفشو تا دم مدرسه دنبالش میبردن. بله، کیفشو تا دم مدرسه دنبالش میبردن و ساک همومیشو رو سر براش میبردن. همینطور که تن اون خدا بیامرز تو قبر میلرزونی، خدا ریشتو بسوزونی. اگه اون خدا بیامرز خیلی سختشه و نمیخواد تنش تو قبر بلرزه و پیش اربابای اون دنیا سرش پایین بیفته، خب میتونه هاشا کنه، بگه اون یکی نوه من نیست. این که کاری نداره بابا. خفه شو احمق بیشوب. اینم در اثر دو روز معاشرت با اون بی سر و پاس. حرف زدنش هم مثل ولگردای تو کوچه شده. این دیگه نمیشه مثل آدم رفتار کرد. باید گذاشت مثل سگ بپانش. تو بهترم. امروز عصری دوباره یه جوشون دبش دادم. چیه؟ لیمو شیرین برای تبش خوبه. بده بخوره. چی میز؟ اتاقه بفرمایید. مریم. مریم. آقا سهرابه. بفرمایید تو آقا. حالت چطوره؟ میرم شربت بیارم. خوبم. چرا از من ناراحتی؟ برای اون روزه؟ نمیخوایی بهم جواب بدی؟ جواب چی رو؟ گفتم برای اون روز ناراحتی؟ تو که از اول میدونستی من یه دختر کلفتم. واسه حرف اونا میگی؟ باید خیلی دیوونه باشی که اصلا بهشون فکر کنی. برعکس، اگه بهشون فکر نکنم دیوونم که نیستم. که هستی. تو اگه بدونی این چند روزه چه برای سر من آوردن، حتی برام دو تا به پا گذاشتن. ولی از یه گوش شنیدم از اون یکی در کردم. اونا عادتشونه همینجوری ور بزنن. حالا فکر میکنن تمام آبا اجدادشون دارن واسه خاطر من و تو قبر میلرسن. واسه من چرا؟ تو دیوونه ای. من اون روز واقعا نمیتونستم کاری بکنم. یعنی بیشترش هم به خاطر تو بود. اما بعدش با موتور خودم رو رسوندم. ولی شما رفته بودی. من میخواستم بهت بگم همه چی رو. میخواستم بهت بگم که اونا فهمیدن پسرشون عاشق شده. تو چی گفتی؟ فهمیدن پسرشون عاشق شده. آره، جدی گفتم عاشق شده. منم همینطور. گوش کن، تو حالت خوبه؟ میتونی از رخت خواب بیای بیرون؟ کی؟ الان؟ نه، فردا بعد از اون. خیلی حرفاست که باید بزن. خب باشی، کجا؟ اون قنادیه که اون دفعه رفتی، میدونی که؟ آره، میدونم. خب، فردا بعد از ظهر سر ساعت دو، خوبه؟
باشه میام. دوست دارم دیوونه، خیلی هم دوست دارم. مامان پسر ارباب حال. آره چش خوشنگه. باش قرار گذاشتم. قرار گذاشتم پس گذاشتی که گذاشتی، چرا منو میذاری؟ خوبه بابا. هی سورا پیکانی ها، اون رفیقش هم همه جا هست. نو خود دیگه سورا بیا بریم بلش کن. شناختی؟ فکر کردم برای خبرچینی دوزاری کم بیارین، اینه که واسه تون یه مقدار تهیه کردم که لنگ نشیم. بفرمایید. در ضمن برو به اونی که اجیرت کرده بگو من تصمیم خودم رو گرفتم، میخوام باش عروسی کنم. بیا چرا ببینم. کمرو ول کن. این دوزاری ها خدمت خودتون باشه. چرا میدیش به من؟ آقا بیشتر احتیاج داره. نه آقا پسر تو کم کار کن، درد دا شده عشقو میدم. نه هر کار کنی من چی میزنم تو اون روح شده میکنی؟ میزنم چی رو میزنی؟ در رو واکن ببینم چه بلایی سر تو بردم. داشت میکشتنش. گفتم در رو باز کن. ولش کن پسر احمقو. آقا سیگار داره باز کن بیشور. خودتو مخفی کردی که چی؟ من امروز باید تکلیفمو با تو پسر احمق روشن کنم. چی کار میکنی؟ درو شکستی؟ به درک. بله به درک. برای تو چی کنی؟ دادی به اون دو تا قلطما خونین و مالینش کردن، تو این چند وقته همین کارو کنه. زبون خوشترش نمیشه از این بدتر سرش میاد. سرداداش اون خودش میدونه چه معامله ای با تو بکنه. من دوستش دارم، اگه بدی تیکه تیکم هم بکنن باز میرم دنبالش، بازم میبینمش. میدونین چرا؟ چون دوستش دارم. فارسی دارم میگم، دوستش دارم. تو باید معنی طبقه اجتماعی تو بفهمی. با این بازی هم کاری از پیش نمیبری. من نمیذارم این لکه ننگو به دامن این خونواده بچسبونی. چارش دسته دادش سناتورم آقا. بله همین چند روز پیشه که از ملاکین بزرگ کارش کشت تریاک. آخ جان اونم چه تریاکی سناتوری. برای پسرش حکم تیرش در اومده بود. میخواست که من نجاتش بدم. البته در مورد کشت تریاک با خودم شریکه. متوجه عرایزم که هستین جناب. بله قربان. تمام هوش حواسم به شماست. بله. بالاخره از بهش گفتم اگه این پسر تو مسائل سیاسی بوده که حکم تیرشو دادن، من که سهل نخست وزیر وقتم کاری نمیتونه بکنه. ولی اگه آدم کشته یا تجاوز کرده یا از خونه کسی بالا رفته، آزاد کردنش آسونه. که گویا اونطورام نبوده، فقط یه کامیون تریاک ازش گرفته بودن. یه کامیون تریاک، این که چیزی نیست جانم. متوجه عرایزم که هستین جناب. بله قربان. حتما خواهر عزیزم هم مثل بقیه توجه دارن. بله داداش. خوشبختانه وقتی که من صحبت میکنم چون صدای گیرایی دارم همه به حرفای من توجه میکنن. و حالا میایم سر اصل مطلب که شما هستین سهراب خان. اگر فرصتی بود یک کمی از رستم و سهراب براتون میگفتم که اون زمانا چی بود و این زمان چی. ما باید مواظب کارگرای زیر دستمون باشیم، درست خواهر؟ ما باید هیچ وقت فرصت خودنمایی به اونا ندیم و ادعا باید آقایی و بزرگیمونو فراموش بکنیم. یه عده از جوانهای این طبقه، منظورم همین گداگودای پایین شهر و شهرستونان، اونا میفتن دنبال جوانهای اصیل و از همه جا بیخبر طبقه ما که آقا چه نشستی که این پولدارا این زالو افتادن به جون ما. بعد دور هم جمع میشن. بله همینطور که میفرمایید. اعلامیه پخش میکنن. خب فامیل ما که بیکار نمیشینن. اونم فامیلی که چه قبل از اصلاحات ارضی که از مالکین پنام بودن و چه بعد از اصلاحات که توی تهران کارخونه های کوچیک و بزرگ به نامشونه. شما که متوجه عرایزم هستین فرنگیز خانم؟ بله بله متوجه. ما همیشه مورد احترام فامیل های وای که چقدر حرف میزنه. کلافه شدم. واقعا کلافه مون کرد.
پولم از طرف پسر این خانواد راجع به سهراب و یه دختر معمولی از طبقه پایین به من رسوندن اشتباه کرده باشم. سهراب به دایجان خودش قول میده که بیشتر به فکر مسئولیتایی باشه که در آینده باید به عهده بگیره. این باید کاری بکنیم که ما بزرگترها به وجود شما افتخار بکنیم. و اما شما فرنگیس خانم، من سعی میکنم از بنیاد یه بورس 4-5 ساله براتون بگیرم. سعادت جان، در مورد مقاطع کارهای جدید تو هم 20% به حساب من واریز کن، منم قیمت مقاطع کارا رو میبرم بالا. نگاه میکنه شهر رو چقدر کوچیک میبینه. شهر کوچیک با آدمای کوچیک. آدمای کوچیک با غم و غصه های بزرگ و کوچیک. چی میشد اگه غم و غصه تو دنیا نبود؟ تو آدما این همه اختلاف نبود. دنیا گلستان میشد. وای دلم برات میسوزه. برای من؟ آره. چرا؟ تو داری به آتش من میسوزی. اگه عاشق دختری شده بودی که دختر رباب خانم نبود، اگه فامیل دار بود دستشو میگرفتی میبردی خونه، به خانوادت معرفی میکردی، اینقدرم عذاب نمیکشیدی. غیر از اینه؟ برعکس، تو منو خوشبخت کردی. تو منو با دردهای آدمایی که دور و برم زندگی میکنن آشنا کردی. تو به من یاد دادی که فقط خودم و فامیل خودم نیستن، دیگرانم حق زندگی دارن. سیگاری؟ بلا آقا. سیگار میخواستم. چند بسته بدم؟ چند بسته بدم آقا؟ یه باکس خارجی باشه. اونهاش؟ اونجاست، اونجاست. شما شوهر رباب خانم هستین؟ بله، خودم هستم. چطور مگه؟ من سعادتم. رباب خانم قبلا پیش ما بودم. ای بلا قربان، کنیز شما هستن. بفرمایید. خواهش میکنم آقا، قابلی ندارم. میخواستم چند دقیقه با تون صحبت بکنم. امر بفرمایید قربان. سوار شین توی راه برم. های بلا خان، های بلا خان. بله آقا قربان، چند دقیقه دم بساط باش. اگرم دیر کردم به مشتری بگو جانش کنه. قربان تسلم. بالاخره نگفتی این پیرنه به این قشنگی رو از کجا آوردی؟ به تو چه مربوطه؟ تو مرده تا به شور. به زن و مرد بودنش چه کار داری؟ اصلا دزدیدنش. والا من که سر از کار در نمیارم. فقط اینو میدونم اگه بابات بو ببره تیکه تیکت کرد. اگه شما بهش نگین از کجا میفهمه؟ بگو رفته تا خونه خاله عقدسینا. ای هو، اگه پاشا را بیفته دنبالت چی میشه؟ مگه ما میخوان کی بیان؟ یه نیم ساعتی میشینیم و زود برمیگردیم. خب دیگه من رفتم. دیگه سفارش نمیکنم دوله، هرچی میتونی زود بر. چشم آقای، چشم. ای خدا، ببین این دختر چطوری آدمو به دلشوره میندازه. خودم میتونم سلامتی جواب بده. سلام درستا. سلام.
موسیو بله آقا مصطفی یه نیمی دیگه واسم وا کن چی شده آقا مصطفی هیچ ناراحتی بابا که یه چطفل بهت میدم معلومه که یه چیزیت هست چی شد اومدم اومدم بابا اگه همشو نخوری بهتره نه باشه میخوایی بریم؟ ساعت چند دیگه؟ تا برسیم کنه هشته دیگه چه بهت میاد؟ مرسی آقا خب داری میرین؟ خب حمید، قربونتون کجا بابا، سر شب تازه، نکنه من مزاحم شدم تو بر میگردی سورا؟ نه دیگه، از اون بر میرم خونه چون من اینجا؟ اگه به خاطر منه از همینجا برگردم برو کنار بذار رد چی؟ چیه؟ ناراحتی؟ خب فکر کردم خانم خستن کارشون زیاد بوده، بالاخره از صبح اینجا بودن این هم مهمون را انداختن خیلی مشکل خفه میشی یا نه کسافت؟ ول کن بابا دیگه، تو چقدر دنبال شهر میگردی؟ حمیدم که دیگه شورشو در آورد آقا سهراب، لاقل به مامان جونتون میگفتین یه پیرن شیک‌تر تقدیم خانم بکنه خفه شم شد کافت جنگه برگرین چرا خفه برگرین چی میگه؟ هیچ خلاف نمیشون بخیلی یه خمو برکن یه خمو برکن بر تیکه یه گوشت با منم مرد انقدر خودتو منو از آن نده تو داری اشتباه میکنی من تو رو به قرآن مجید تو رو به ارواح خاک مادرت بی خود التماس نکن زن باید امشب همه چی معلوم بشه تو را به قمر بنی هاشم کاریش نداشته باش بذار خودم باش حرف میزنم تو را به قرآن مجید زن ببین باید امشب تکلیفشم معلوم بکنم به التماس میکنم تو را به کلام الله کاریش نداشته باش هرچی بخوای بهش بگی من بهش میگم اون بچه هم نمیفهمم بنی هاشم داخل بلدش نمیدونم آی داخل به دلم بمانم یا اینکه اسم تر و سنگ قبر بکنم ننگی وایسا کیس بریدم وایسا وایسا سرتون میذارم رو سینه وایسا وایسا ای بابا
خون کلمه اون خدا نه دخترای بیامه چیز دخترای بیامه چیز وایسا شهر جانش میخوایی برقم شا برقم شا برون بگیر من اومدش بانو اگه یه دفعه دیگه دستون بلند کنی چشم هم میذارم و هرچی از درم در بیاد بهتون میگم برو از جلوی چشم دور شو تا وقتی این پسرای ولگرد توی این خونه است محاله بذارم پای یکی از افراد خانوادم به این تفیله برسه این بهترین کاریه که میتونیم بکنیم چون اگه یه دفعه دیگه چشم رو اون عزیز دردونه یک کسافتتون بیافته دندونشو بریزم تو حلقه خفشو احمق بیشور تو بی سر پای حبسه مریم درو واکن مریم برو دعا کن مست بود از پا افتاد و الا زنده نمیذاشتید خوابیده؟ آره بیا برو لباست ها دسته کن بگی بخواب همچی که سفید ازت برو خونه خاله اقدست تا بفرسمت کرموشا من نمیرم کرموشا غلط زیادی نکن تا بلای سر خودتو من نیاری ولکن نیستی بیا مدرسم چی؟ تو برو پرونده مرونده آتا میگیرم میفرستم اونجا کیا؟ واکن منم سلام آبجی سلام از نفس افتادم شده آبجی نمیدانی چه بلایی سرم آمده بهت نگفته چه آتیش رو پا کرده مریم اگه بدانی دیشب تا حالا چه قشقرقی را افتاده تو اون خانه تو بگی اگه چشم رو هم گذاشتم نذاشتم همش ترسم ای بود که اگه بلند بشه نصف شبی بیفته به جان دختره چه خاکی بریزم بس اینقدر گریه زاری نکن خواهر روباب وای در جانم اقدس یا رای پیدا روباب مصطفی اقدس در واقعا از پشت بام اینجایی بفرستش خانه همسایه اگه بفهمه اینجایی کشتتش اقدس جانه کاری بکنم مرگم برشتار بیار بیرون نزار خانه مردم خون را بنازم یلا اینقدر ننه من غریبم در نیار کجا کجاست؟ اقدس خانم بگو مریم رو کجا قایمش کردی؟ بگو مریم کجا؟ اینجا چکار میکنن؟ یا برو همه جا را بگر میبخشین آقا معذرت میخوام خواهش میکنم این شماره رو یعنی میتونم شماره رو بگیرم ولی میخوام شما صحبت کنیم اگه اشکالی نداره خب چه شماره رو بدیم؟ الان میگم بفرمین اینم دوزاری شمارهش اینجا نوشته اینا همین بگم چیو میخوام بگین سهراب هستش الو بفرمی شما بله بفرمی گوشی دستتون صداش کنم سهراب بله گوشی رو بردار با تو کار دارم چیه یکی از دوستاشه الو الو خیلی متشکرم خواهش الو مریم مریم توی از کجا داری تلفن میکنی؟ من فرار کردم دیگه نمیتونم برگردم خونه نه خودتو نترسون گوش کن تو الان باید بیای پیش من اگه پیدا کنی میکشتم آره نمیتونم من الان میام اونجا فقط بهم بگو کجا هستی میفهمی؟ من نزدیکای شما کوچه بیستون سر کوچه بایستا من همین الان حرکت میکنم خدافظ داری میری بیرون؟ کاری داشتی؟ میخوای
میخواستم باهات صحبت کنم. چه میگردم دیگه، همه ی حرفاتون رو زدیم. تو دیگه بچه نیستی، لازمه مثل دوتا مرد بشینیم و با هم صحبت کنیم. اگه راجع به مرگم مثل دوتا مرد که هیچی، مثل دوتا پیرمردم که بشینیم و صحبت کنیم، بازم بهتون میگم دوستش دارم بیشتر از هر چیز و هر کس تو این دنیا. نه راجع به اون نیست، راجع به خارج رفتنته. چی؟ درست شنیدی پسر، با مادرت صحبت کردم، بالاخره راضیش کردم، گفتم وقتی دوست داره بره خارج چرا باید مانعش بشیم. یه موقعی دوست داشتم برم، آره، ولی حالا نه. بله، چرم نگی، خودت هم نمیفهمی داری چی میگی. این عشق و عاشق بازیارم بذار کنار، بس دیگه، خجالت بکش پسر، تو دیگه مردی شدی برای خودت. یعنی وقتی کسی مرد شد دیگه نباید عاشق بشه؟ چرا؟ ولی بجا و روی حساب. من هیچ وقت ریاضیاتم خوب نبود، بدترین نمره رو همیشه از حساب آوردم، نمیتونم بشینم و حساب کنم و عاشق بشم. خفشو احمق، اگه با پس کردنی هم شده میفرستمت بری، نمیذارم اینجا بمونی، از اینجا هستی کثیف تر بشی. جناب سروان، تو با خدا یه کاری بکنین، اگه پیداش کنم میکشتش. اگه کی؟ پدرش یا خودش؟ هم پدرش هم خودش. والا پدرش یه پا نداره، کنین که قبل از اینکه او پیداش کنن شما پیداش کنن. نترس مادر جون، نترس، عکسشون رو بردار بیار خیالت راحت باشه. خدا عمرتان بده، خدا عوضتان بده. حالا مردم فکر میکنن چی شده؟ آخه من هیجان زدم، نمیدونم چی کار کنم. منم دیشب همین بهت گفتم. خب پدرت چی شد؟ دیگه نمیدونم، فقط اینو میدونم که احساس میکنم تا چند ساعت دیگه آزاد میشی. خب برای آزادیمون، رهاییمون، آبادان چطوره؟ چرا آبادان؟ خب میریم یه جای دیگه، هر جا که تو بگی. من آبادان واسه این گفتم که هر کی فرار میکنه اگه از شهرستان باشه میره تهران، اگه از تهران باشه میره به آبادان یا اهواز. خب اونا اینو میدونن دیگه، یه راست میره همونجا سراغه. خب نمیریم اونجا، میریم یه جای دیگه، مثلا شیراز چطوره؟ تو داری جدی میگی؟ دیشب هم جدی گفتم، تو چی؟ واقعا فرار کردی یا داری شوخی میکنی؟ حقیقتو گفتم. خب کی میری؟ هر وقت تو بخوای. من دیگه نمیخوام اینجا بمونم، همش فکر میکنم الانه که بابام پیداش بشه. من میرم خونه وسایلمو جمع میکنم، هرچی هم پس انداز دارم برمیدارم، میریم را هم بلیت میگیریم میریم. خیلی طول میکشه؟ نه الان با هم میریم سر کل، تو یه گشتی بزن تو من برم و برگردم. باشه؟ باشه. نوشی جون، چه غذایی با دست خودم واسه تون درست کردم، غذای اول آخرتون. اینقدر براتون سم زدم که چیزی نفهم، اینقدر زدم که دیگه مهلتتون ندیم. تا حالا 12 تاشون نفره شدم. به دره؟ آخه چی میخوان این سگای بلگر؟ یه خورده از این بخورن افتادن. فقط حواست باشه همچین که دیدی خیابون خلوت شد ببر بنداز جلوشون. بیا اینا رو بذار کنار که با بقیه قاطی نشی. چشم کنم. جایی نمیره. بیا نهار تو بخور مامی جان، از اون کتلتایی که دوست داشتی پختم. جدی میگی مامان؟ من 10 تاشو میخورم. امروز دست با هم میریم خونه دایی سناتوره، دست سناتوره میبوسی ازشون مذرت میخوام. باشه مامان. دایی سناتورت هم بده تو رو نمیخواد، به مرگ خودت بارها گفته به اندازه یکی اومرسش. من الان برمیگردم مامی، یه ساعتی میرم تا خونه حمیدینا و برمیگردم. نهار تو بخور بعد برو. یه ساندویچ درست میکنم تو راه میخورم. خیلی خوب.
اطلاعات راهنما میخوام ببینم ساعت حرکت قطار کی. خب دیگه الان... با تلفن کنیم. خب میریم اونجا. باید ببینم برای امروز بلیط دارم. الو. برای گوشی دست. ناراحت؟ نه. الو. اطلاعات راهنما. شما برای شیراز ببخشید اصفهان بلیط دارین یا نه؟ ساعت 9. بله بله. خیلی متشکرم. مرسی. مهشا؟ آره. خب یه ساعت قبل از حرکت برسیم بلیط هست. قشنگی چی این؟ آره اصله. این مال مادر بزرگم بوده. پای صفحه عقد میندازه گردن مادرم. مادرم هم گذاشته بودش واسه عقد من. معلومه قدیمیه. بله قدیمیه. برای همین هم مادرم نمیذاش هیچ وقت بندازم گردنم. میگه هر وقت که عقد کردی سر عقد بنداز گردنت. شگونش میره. یعنی این خوشبختی میاره؟ اون اینطوری میگفت. خودش خوشبخت بود. از حالا بریم راهن چیکار؟ تا ساعت 8 وقت داریم. نگاه کن چقدر قشنگه. آره واقعاً قشنگه. خب یه خورده اینجا میگردیم و بعدش میخوای بریم دو نفر؟ کجاست؟ همونجا که قول دادم یه روزی میبرمت. همه چی داره. چرخ و فلک، هواپیما، همه چی. میام. آره، آخه گشنمه، اصلا چیزی نخوردم. خب منم گشنمه. عوضش الان بهترین غذای دنیا رو برات حاضر می‌کنم. ولی کجا؟ تو چیکار داری؟ یه دست به ساک غذای علایالدین می‌کشم، همه چی حاضر میشه. آخه من شما بودی بازی هم بلدم. نه بابا. آره کجا دیدی؟ خانوی من سفره حاضر است. بفرمایید. اگه تو دنیا دو نفر خوب کتلت بپزن یکیش مادر منه. اتفاقا مادر منم کتلتاش خوشمزه است. باید بخوری تا بفهمی چی میگم. اینو که میدونم. اصلا اون دو نفری که گفتم مادر من و تو هم. خوبه؟ خیلی خوشمزه است. دیدی گفتم؟ چی کار میخوایی بکنی؟ به خود این اون ببرم برای مورمان. آره چیزه بگم که میدونی وقتی غذامون رو خوردیم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ میشینیم و هی به هم نگاه میکنیم. چی کارش کنم؟ این که دیگه مثل مرغابی ها نون خالی نمیخوره. باید از کتلتا بهش بریم. بفهم این جلو، بفهم این نوشه چان کنیم قربان. دستم بهت خورد؟ نه. پس بگو به چی فکر میکرد؟ به مامانم، به بابا. اگه پیدام کنم به بابا و مامان تو، به خودمون، به فردامون. چرا به فردا؟ به امشب بکن. به امشب که تو قطاری. به امشب که از همه اینا که گفتی دور میشی. اگه قبل از اینکه به قطار برسیم پیدامون کنن چی؟ خب از دستشون فرار میکنی. چجوری؟ خب همینجوری که الان اینجایی. من اصلا باور نمی کنم که ما فرار کردیم. به دورورت خوب نگاه کن. اینا همه آزادن. مثلا به مرغابی ها نگاه کن. اونا که آزاد نیستن. فقط قفسشون بزرگه. اونا که نمیتونن پر بکشن هر جا که دلشون میخواد برن. ولی ما میتونیم. حالا میبینی که میتونیم.
بچه که بودم همیشه مامانم میگفت خدا تو آسمونا زندگی میکنه. منم پولامو تو قلکم جمع میکردم که واسه خدای خونه بخرم. ولی حالا چی؟ حالا خدا که هیچ، یه بنده خاکی هم تو این دنیا به فکر ما نیست. ولش کن بابا، اصلا حرفش هم نزن. میدونی چیه؟ اصلا بیا به هیچ چی فکر نکن. آخه مگه میشه؟ خب به قطار فکر کنیم و حرکت. باشه؟ باشه. باشه آراسی چیه؟ دارت میخواد دهنی تو تازه کنم باید؟ آره یه وقت ساعت کن سر سعادت نیستم. خودم برای خودم یه مردم. یه شناسنامه مستقلی دارم. وای چه بلنده. ترس نده. ولی آدم که تنها باشه میترسه. آدم هر جا که تنها باشه میترسه. ولی من هیچ وقت تنها نیستم، چون تو رو دارم. نه، من تو رو دارم. یعنی فردای موقع شیرازی. آره، اگه تو اصفهان اتوبوس شیراز گیرم. میگن هواش تو زمستونا خیلی سرده. آره منم شنیدم، ولی ما طاقت میاریم. عشقمون بهمون قدرت میاریم. با همه چی مبارزه میکنیم. سرما، گرما، گرسنگی. شبای زمستون میشینیم و برفا رو نگاه میکنیم، دونه هاشو میشماریم. وقت من بهت میگم که به اندازه دونه های برف دوست دارم. اگه بابا و مامانت بیان سراغمون چی کار میکنیم؟ هیچی، باهاشون بر نمیگردم. من برای اون زندگی ساخته میخوام. اون پیش تو خوشم. ما اون پدر مادر اونا باید اجازه بدن که هر تو دلم میخواد زندگی کنم. زندگی رو که دوست دارم، مثل همه ی مردم. یعنی همه زندگی رو دوست دارم. همه باید زندگی کنم. اگه زورکی خواستن ببرن میشی؟ خب دیگه اون موقع است که وامیسم تو روشون. باهاشون میجنگم. مرا زنی باشه، تنها امیدم، تنها دخترم رو به این برگردم، اونو برگردم، جان منو بگیر، من بچم رو میخوام، اونا جوانم، نفهمم، نمیدارن با این کارشان منو پیر مرد داغون میکنن، خودشانم از بین میرن، خدایا کمکشون کن.
رب 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 عدد